توی این ویدیو به این سراغ یک مقایسه از ورژن سال 2022 و ورژن جدید هادی چوپان که به تازگی منتشر شده و قرار هست در مورد اون به طور کامل صحبت کنیم تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و برای دیدن لایو مستر المپیا 2023 با گزارش فارسی حتما چنل یوتیوب و پیج اینستاگرام تیم ای فلکس فیتنس رو دنبال کنید سلام دوستان من علیرضا هستم از چنل یوتیوب فلکس فیتنس ورژن سال 2023 هادی چوپان قهرمان مس المپیا به تازگی رونمایی شده و این ویدیو آخرین و جدیترین آپدیت اون هست که یک نکته جالبی رو داشت به این نکته دقت کردید که هادی چوپان اینجا فقط سه فیگور رو اجرا میکنه و ما توی مس هفت فیگور داریم و اینطوری که من جو کردم متوجه شدم که هادی رونمایی از فیگورهای اصلی خودش رو به این روز مس المپیا گذاشته و این ویدیو صرفا برای یک خودنمایی در برابر رقبا بوده مورد بعدی هم که وجود داره اینجاست که هادی چوپان توی دو پست اخیری که منتشر کرده به فتوشاپ کردن اشاره کرده که خب نکته اینجاست که منظور هادی چوپان به طور مستقیم به فتوشاپ نبوده چون که هیچ کدوم از افرادی که جزء نفرت برتر مثل اولمپیا هستن هیچ وقت فتوشاپی نکردن و میشه گفت منظور اون بیشتر به زاویه دوربین و همینطور فیلتر و نورپردازی ویدیوهای این افراد بوده که خب دقیقا یوتیوبرهای خارجی بدنسازی دچار این اشتباه شدن و فکر کردن که هادی مستقیما به یکی از رقبای خودش گفته که فتوشاپ کردن بگذریم همینطور که اول این ویدیو گفتم و از تیترمون پیداست قرار هست در مورد مقایسه ورژن سال 2022 و ورژن سال 2023 هادی چوپان صحبت کنیم. اولین چیزی که باید بگم اینه که دقت کنید بدن روی استیج اون هم با رنگ کاملا متفاوت با بدن خارج از استیج اون هم با 8 هفته فاصله است و نباید خیلی اونا رو از نظر کات و جزئیات مقایسه کرد. اما اولین چیزی که میتونم بگم اینه که هادی چوپان به مراتب سایز بیشتری رو گرفته و اینو توی ویدیو جدید به وضوح میشه دید. نکته که در مورد سایز گرفتن هادی وجود داره اینجاست که این سایز گرفتن به صورت کاملا مفید بوده و ما این رو از کات و جزئیات بدن هادی میتونیم بفهمیم ما دو مدل سایز گرفتن داریم مدلی که خیلی از بدن سازا مثل سمسون داودا بیگرامی از اون استفاده میکنن و توی دوران آف سیزن بیشتر از 20 کیلوگرم وزن میگیرن و مدل دوم که کمتر کسی این مسیر رو میره مثل هادی چوپان هست که توی دوران آف سیزن وزن زیادی رو نسبت به نمی نمیگیره و حتی اون وزن بیشتر هم تا حد زیادی مفیده که خب این مورد به ژنتیک بدنی و تیپ بدنی افراد برمیگرده و به تشخیص مربی این دو روش انجام میشه دقیقاً چیزی که بین هادی و کاملا در تضاد هست لانسفورد توی دوران آف سیزن چیزی بین 120 تا 125 کیلوگرم وزن داره اما برای مثال روی استج پارسال این وز به 105 تا 107 کیلوگرم رسید خب بگذاریم بیاید از اولین فیگور یعنی فیگور جمع شروع کنیم اولین چیزی که توی فیگور جمع به چشمم اومد این بود که کاندیشن بدنی هادی چوپان توی فاصله هشت هفته تا اولمپیا دقیقا در سطح استیج سال گذشته اونه که واقعا یک اتفاق فوقالعاده محسوب میشه چند نفری توی کامنت ها پرسیده بودن که آیا این کات بدنی توی این فاصله آیا به ضرر هادی نیست و ممکنه که فشار زیادی رو به بدن اون بیاره در جواب این سال با بگم که نه اونم به خاطر اینکه کسی که داریم در مورد صحبت می کنیم هادی چوپان هست ژنتیک منحصر به فرد هادی جوریه که بدن اونو همیشه کات و با جزئیات نشون میده و کمترین سختی میتونه رژیم داشته باشه اما نکته اصلی اینجاست که اونجایی که قرار هست بقیه رقبا مثل نیکواکر و دریک لانسپورت با بیشترین دقت و زحمت خودشونو سر وزن مناسب برسونن در عوض حادی چوپان بدون هیچ مشکلی و با کمترین استرس روی استج میاد دقیقا چیزی که تمام دنیا رو توی سال 2020 شوکه کرد هادی چوپان دقیقا 36 ساعت قبل از مس المپیا به آمریکا رسید و حتی به کنفرانس خبری اون سال هم نرسید و خیلی سری روی استج اومد و دقیقا تمام دنیا از کاندیشن و کات بدنی اون توی اون سال شوکه شدن و هادی تونست چهارمی رو به دست بیاره خیلی خوب توی این فیگور جمع سایز پای هادی رو نسبت به سال گذشته خیلی بیشتر و بهتر میبینم و به نظر میاد که توی داخل پا و پشت پا تونسته یک سایز به مراتب بیشتری نسبت به گذشته بگیره فیبر و جزئیات عضلات سینه هم با توجه به نورپردازی میشه گفت در سطح مس المپیای پارسال هست و این خبر خوبیه و نشون میده که هادی تونسته این نقطه قوت خودش رو تقویت کنه و تا هشت هفته دیگه با جزئیات خیلی بیشتری از عضلات سینه روی استج بیاد خیلی خوب میریم سراغ عضلات پشت جایی که بیشترین تغییر رو هادی چوپان داشته و دقیقا هوشمندانه ترین کار ممکن امسال انجام داده همینطور که بارها گفتم هادی چوپان سال گذشته توی فیگورهای جلو دریک لانسفورد رو نابود کرد با اختلاف خیلی زیادی زیباترین بدنساز دنیا در فیگورهای جلو هست اما سال گذشته همه ما فهمیدیم که توی فیگورهای پشت دریک لانسفورد برتر بود و اون هم به خاطر ترکیب ژنتیکی باریکی کمر و پهنای زیر بقله که باعث میشه دریک رو بی‌نهایت پهن و عریض نشون بده و خب هادی چوپان هم امسال دست از کار نکشیده و امسال تمرکز 100 درصدی خودش رو روی عضلات پشت گذاشته به طوری که ما ویدیوهای دراپ فوق سنگین 200 کیلوگرمی اون رو چند باری دیدیم به و فازو از پشت اولین چیزی که به وضوح میشه دید اینه که الان زیر بقلای حادی جزئیات بیشتری نسبت به سال گذشته داره و حتی جزئیات اون عمیقتر از قبل دیده میشه توی پایین تنه و کات پشت پا هم میشه گفت که بدن اون روی استج بهتره اما خب همینطور که گفتم این امر طبیعیه چون که کات پشت پا و باسن جز آخرین چیزاییه که نزدیک به مسابقه پدیدار میشن اما یک چیز دیگه نظر منو جلب کرد و اونم سایز پای هادی از نمای پشت بود با اینکه نور پردازی خیلی تاریک و کم نور آپدیت جدید مقدار زیادی از بدن اون محو کرده اما شما با نگاه کردن به فاصله بین پاها میتونید متوجه بشید که هادی تونسته نسبت به بدن روی است پاهایی به مراتب حجم تری رو آماده کنه صحبتی که در مورد فرم سرشانه های اون در رسانه های برزیلی و خارجی مطرحه واقعا یک مورد ای که تقریبا هر سال اینو ما میبینیم و خب شما خیلی راحت میتونید با نگاه کردن به تصویر مثل 2022 و این تصویر جدید ببینید که این سرشانه دقیقا مثل هم هستن این فرم و شکل ژنتیکی سرشانهای هادی چوپان در فیگورهای پشت است و واقعا تفاوتی توی این دو مقایسه نمیشه دید و از اونجایی که هادی چوپان سال گذشته قهرمانی مثل المپیا رو به دست آورده میشه متوجه شد که بدن اون هیچ ایرادی رو نداشته که داورا رو قانع کنه که اولی رو به درک ترانسفورد بدن پس نگران این موضوع اصلا نباشید به سراغ فیگور لتس پشت اما قبل از اون بیاید مهمترین فریم و لحظه ای این ویدیوی هادی چوپان رو بهتون نشون بدم توی این لحظه که میخواد روتین زیر بغل خودش رو اجرا کنه از تنزلات کریسمسی رو به نمایش میذاره و با یک مقایسه در برابر ورژن مستر سال گذشته شما میتونید متوجه تمام داستان بشید فقط میتونم بگم که هادی چوپان اینجا شاهکار کرده و من واقعا از دیدن این حجم از تغییرات شوکه شدم دقیقا این فیبرها و جزئیات کریسمسی به همه ای ما نشون میده که اون قرار هست و این 2023 به کات سالهای گذشته خودش برگرده و این یعنی زنگ خطر دوباره برای تک تک رقبایی که روی استیج هستن بریم سراغ فیگور لتس و یک مقایسه داشته باشیم با ورژن سال 2022 بازم توی این فیگور سایز بیشتر پا رو میشه متوجه شد و یک چیزی که احتمالا بشه در مورد اون صحبت کرد اینه که کمر هادی باریکتر دیده میشه حالا این باریکتر دیده شدن میتونه به دو دلیل باشه یا اینکه واقعا کمر اون باریکتر شده یا اینکه زیر بغلای اون پهنتر شده که باز شده این کمر باریکتر دیده بشه اما خب در کل باید بگم که این آپدیت واقعا به موقع بود و در بهترین زمان ممکن منتشر شد و افرادی هم که در مورد وضعیت ویزا و سفر هادی چوپان میپرسن باید بگم که هادی امروزی که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم در شیراز هست و خیلی زودتر از اون چیزی که فکر کنید قرار هست به آمریکا سفر کنه و از نظر ویزا هم مشکلی برای اون وجود نداره خیلی خوب این بود از این ویدیو و بررسی و مقایسه ای که داشتیم حالا با توجه به عکسایی که من نشونه دادم به نظر بیشترین تغییر هادی چوپان در چه ای و کجا بوده مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودی. Now the